بررسی علل پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم پهلوی به عنوان یکی از مهمترین حوادث تاریخ معاصر بشر در 36 سال گذشته دستمایه مباحث عمیق و گسترده مورخان، تحلیلگران و نظریه پردازان داخلی و خارجی بوده است. در نظریات و دیدگاه‌های پردازشگران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، عواملی همچون وابستگی شدید به غرب، بی‌عدالتی عریان و گسترده، استبداد چند لایه، فساد آشکار و بی‌اعتنایی به باورهای دینی عمیق مردم از جمله عوامل اصلی فروپاشی پهلوی ارزیابی می‌شود. علل سقوط پهلوی در میان عناصر دربار نیز همچنان مورد بحث است. دکتر منوچهر رزمارا، وزیر بهداری پهلوی: اولین اشتباه و بزرگترین اشتباه ما این بود که گذاشتیم شاه از مملکت بیاد بیرون. و من بارها اینو گفتم یکی از چون 11 تا وزیر، یک 11ام این مسئولیت به عهده شخص من، چون من اصرار داشتم که شاه از مملکت بیاد بیرون به دلایل دیگری. این که بهتون میگم با سوابقی که از شاه ما داشتیم این بود که این مرد هر وقت که از یه موجی رد میشد اول کسانی که نجاتش داده بودن میزد اونا رو. ولی اینو ما باید قبول کرد که مرد سیاسی واقع بین اونیست که اون لحظاتی که مثل یه طبیبی که بایستی که اون معالجات فوری رو بکنی که مریض نمیره، ما اون روز این کار میبایستی بکنیم. ما نمیبایستی، ولی البته اینم بگم، شاه تصمیم گرفته بود از مملکت بیاد بیرون. من اینجا کتاب دارم، سند دارم که جسد رضا شاه با اطلاع خود شاه فقید ماه مرداد جسد رضا شاه از ایران آمد بیرون. خلخالی کتابش هست. وقتی رفتن قبر رضا شاه رو باز کردن که جسد رو آتیش بزنن، توش چیزی نبود. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه پهلوی، سفیر ایران در آمریکا، سفیر ایران در انگلستان، عضو خاندان سلطنتی: من معتقد بودم اگر شاه نمی رفت آرتشش از هم نمی پاشید. اگر شاه نمی رفت، این عده‌ای بودن به عنوان به قول معروف سایلنت ماجوریتی، طرفدار پادشاه بود. چند دفعه من ترتیب داده بودم اینا بیان دموستریشن بکنند، فرمودن نه این کار نکن، جلوشون گرفتم. حتی دفعه آخر تو طیاره بودم، چون شایع بود که خمینی رو همه میدنه تایران خرش کرد که آمدم اینجا با سوئیسر گرفتم، رفتم و به فرودگاه، همونجا فرودگاه منو چیز کردن، از اونجا رفتم به واشنگتن. همین تقریبا شماری از عناصر دربار پهلوی نیز آمریکا را مسبب سرنگونی شاه می‌دانند. آنها بر این باورند که کارتر با تاکید ویژه بر اهمیت حقوق بشر و دموکراسی در روابط تهران و واشنگتن عملاً زمینه‌های سقوط پهلوی را فراهم آورد. این دیدگاه مخالفان جدی دارد. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی، معاون حزب رستاخیز: به محض اینکه احساس کرد، این احساس غلط بود به نظر من، یعنی از خواندن مطالب روزنامه‌ها بیشتر ناشی شده بود، برای اینکه کارتر با همه تأکیدش بر حقوق بشر آمد به تهران و از ایران به عنوان جزیره ثبات و هزار رو تعریف یاد کرد و هر چی شاه خواست انجام داد، اسلحه می‌خواستن، سیستم به من F-18 رو می‌خواستن، هر چی اواکس می‌خواستن، هر چی بود موافقت کرد داد. رابطه مخالفتایی که در امریکا وجود داشته با این. بله، ولی وقتی رئیس جمهوری و وزارت دفاع و CIA و همه اینا طرفدار شاهن، حالا دو تا روزنامه مخالفن، من نمی‌فهمم این روزنامه‌ها چه اثری در این مرد داشتن، هنوز نمی‌فهمم. دکتر سید حسین نصر، رئیس دفتر فرح، رئیس انجمن سلطنتی فلسفه: ایرانی در تبعیدن میگن نه آقا، خود این جمهوری اسلامی رو امریکایی‌ها آوردن و از این ما ماشاءالله ما ایرانی‌ها در از این تئوری‌ها خیلی استاد هستیم، چون چطور ممکنه که امریکا حاضر بوده با دست خودش یه نوکری رو از هم ببره، دشمنی رو سر بیو سر کار. دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی، رئیس اداره کل خارجی ساواک، رئیس دانشگاه تهران: همیشه فکر میکرد که اگر خارج حفظ بکنه در داخل اتفاق نمیافته، در حالی که هیچ وقت اتفاقی از خارج نیافتاده. من به شما گفتم 28 مرداد یه فنومن داخلی بود، انقلابم 100% داخلی بود، درش تردید نداشته باشید. میگن بی بی سی فلان گفته، بی بی سی
همون موقع درباره صدام حسین هم حرف می‌زد. چرا صدام حسین نیفتاد؟ چرا ما افتادیم؟ چرا صد تا کشور دیگری شما میتونید مثال بیارید؟ این حرفا چیه؟ دکتر ایرج امینی، رئیس دفتر اشرف پهلوی. اینا به عقیده معرف مفته، بلکه به خصوص امریکا ببینین منافع خیلی زیادی در ایران داشت، مگه مرض داره که بیاد این منافعش از دست بده که چی بشه؟ مخالفان تئوری فروپاشی پهلوی به دست آمریکا به استناد مناسبات عمیق تهران واشنگتن و دیدارهای صمیمانه و مکرر شاه و کارتر معتقدند کاخ سفید هیچگاه از حمایت محمد رضا پهلوی دست بر نداشت. سفرهای متقابل محمد رضا پهلوی و جیمی کارتر در تابستان و زمستان 56 و فرستادن ژنرال هایزر برای کودتا در آخرین ماهای حکومت پهلوی صحت این نظریه را تقویت می‌کند. First American president with whom the Shah met was Franklin Roosevelt in 1943 at the Tehran conference. He's met with seven presidents, and this is a great honor for me to have him come this first year that I'm in office to share with me the historical ties that have bound our nation together. Thank you very much. Brzezinski and Carter were sending messages of full support to the Shah. کارتر و برژنسکی به شاه پیام دادند که به طور کامل از او حمایت می‌کنند. آنها حتی یک فرمانده ناتو و ژنرال خود را به تهران فرستادند تا به ارتش ایران در سازماندهی یک کودتا کمک کنند. تا بدین ترتیب مشکلات خاتمه یابد و شاه به تخت سلطنت بازگردد. در آخرین ماه‌های حکومت پهلوی، نداشتن تحلیل صحیح از علل مخالفت فراگیر ملت با شاه، محمد رضا پهلوی و بسیاری از عناصر حکومت را کاملاً گیج و منفعل می‌کند. شاه به علت دوری از واقعیات کشور و ناآگاهی از اعتقادات عمیق مردم، در تحلیل علت قیام ملت واقعاً درمانده است. برای شاه داستان به این صورت در آمد که چپ چنین توانایی رو نداره. پس کی داره این کار رو میکنه؟ او فکر میکرد که شرکت‌های نفتی و غرب، امریکا و انگلیس و غیره و اینها ممکن است که پشت این جریان باشند. و بسیاری دیگر در ایران از دولتی‌ها فکر میکردند که شاه داره این کار رو میکنه. و شاه البته تنها کسی بود که حقیقتاً میدونست که خودش این کار رو شروع نکرده و نداره این کار رو نمیکنه. و به همین دلیل فوق‌العاده گیج شده بود به این معنا که نمیدونست که چرا این اتفاق داره میفته و تا آخرش هم آشکارا خودش گفت که من نمیدونم که چرا این اتفاق داره. حیرانی استراتژیک دربار در فهم علل انقلاب حتی پس از 22 بهمن 57 نیز ادامه دارد. عناصر اصلی دربار پهلوی که این روزها در بازداشتگاه در انتظار محاکمه به سر می‌برند، در بحث‌های پنهانی خود به جای تأمل در واقعیات کشور، پای خیانت ارتش را پیش می‌کشند تا شاید برای سوالات بی پاسخ خود جوابی بیابند. من در وقتی زندان قصر بودم، غالب این فرمانده‌ها اونجا بود. من همجوار بودم با به هر حال شادروان تیمسار سلشکر نشاط که افسر واقعا وطن پرستی بود. قدقن هم اینا کرده بودن که به خصوص رزمارا حق نداره با نظامی ها تماس بگیره. موقعه یه روزی تو این دستشویی که لجنزاری بود من داشتم دستم و جوراب هم میشستم، تیمسار از کنم که آمد اونجا نشاط شد. یواشی به فرانسه بهش گفتم تیمسار چطور شد 22 بهمن شد چی شدید؟ گفت آی دکتر ما خودمونم نفهمیدیم. ببینید این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. اینا از خیانت در تمام شئون این ارتش رسوخ پیدا کرده. با وجود این نظریات صرفاً ذهنی، در میان سخنان عناصر اصلی دربار نکاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در خلوت تحلیلی آنان نیز عملکرد مستبدانه و فساد آشکار حکومت شبیه باتلاقی است که هر روز پهلوی را بیش از پیش به نیستی و فروپاشی می‌کشاند. تا زمانی که ایران یا هر کشور دیگه‌ای مستقل نباشه و خودش سرنوشت خودش رو تعیین نکنه، محال ما اصلاح بشه. ما زمانی برای همینم از این جهت من خوشبینم با آتی ایران، برای اینکه تا زمانی که سفیر انگلیس و آمریکا بیان دستور بدن که کی شما از مملکت برید بیرون، کی باشید، تا زمانی که
اونا بخوان بگن که اصلاحات ارضی بکنید یا نکنید، تا زمانی که اونا بخوان بگن که نفت و چوری اداره بکنید نکنید، مملکت ما درست نمیشه، هیچ مملکتی هم درست نمیشه. این بساط ها ما مثل توی باتلاقه، وقتی افتادی توش هرچی بیشتر تلاش کنی پایین تر. کار مملکتی رو نمیشه به این سادگی، در صد که این حالم ساده است، چون تا روزی که مردم با شما هستن هیچ قدرتی نیست از دست بدید. روزی که مردم رو از دست دادید هیچ چیزی نیست معکوسش عمل بکن. من اینا هست. آقا شاه آدم حقیقی بود برای مسئولیت بزرگ اجتماعی و مذهبی و فرهنگی ایران. درک این چیزا نداشت. باید میشه رئیس جمهوری کشور کوچیکی مثلا بدون ادعا. نه ایران. نداشت دیگه. به اون خراب کرد. هی هم میگن تقصیر بقیه. نه آقا تقصیر شخص خودش ها بود. نقصان ها هم از خودش بود.